آقا پلیسه بیداره. آقا به خوش ببینی خطوط حرکتی رو پار کردی شبار که ما میخوابیم. آقا پلیسه بیداره. آقا پلیسه بیداره. بفرداره حرکت رو بفرداره بفرداره برو سایده برو خداحافظ 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 برو سایده برو سایده خداحافظ خداحافظ بفهمید شما هم بفهمید برو سایده بفهمید شما سری سری شما هم حتی بفهمید خیلی بعد رو هنده این پایین نمیشه تو بودجه آرسی رو بزنیم بریم دوگلش مرکز گشتی سه دو تا از خودرو رو متوقف کردیم چهار تاشون به سمت قدر هر حرکت هم همکار رو بفهمید مشارکه رو متوقف کنم شما مدعیتون رو برید مدعی که مشارکه بگید هستم فکر نمی کنید با این رانندگیتون توی بزرگ رو حادثه درست میکنید نمیشه این دفعه نادی بگیم جام سرگان نه خیر پلیسیش فقط اینجا تخلفات گذشت نمی کنه در صورت ماشین شما متوقف میشه مدرکی خود رو کامله؟ خیلی آماده شد برای انتقال پارکینگ ماشین رو منتقل میشن پارکینگ شما هم ماشین رو بجاز زنگ به پیتران بزن الو پدرام منو گرفتن هیچی ماشین رو دارم میخوابونن یه کاری کن سریع بپیچید به بازی بیسیم زده مامورای دیگه شماره ام بگیرم
رفقا نیما و ماهینو گرفتن. مبارک باشه. پلیس دنبال ما هم هست، بهتره زودتر بپیچیم بریم وگرنه ما هم گیر میافتیم. بچه ها قیافه نیما دیدنیه الان. شماره پلاکامونو بر نداشته باشه. نه بابا. بچه حالا چی کارشون میکنن؟ فکرم یه دو هفته ماشیناشون لاله. ولی اگه به جای نیما و ماهین پدرام و پانیو گرفته بودن. خیلی خوب میشه. بچه ها بانی میاد میگه آقا پلیس من تقصیر من. نه بابا آره فروشتر از این حرف هست. خیلی باحال میشه. به پلیسه میگفتش که آقا پلیس ببخشید من فکر کردم ایشون مسافرکشه وگرنه اصلا سوار ماشینشون نمیشدن. پدرام من یه حسابی از تو میرسم. بچه ها حالا که اینجور شد همگی شب میریم خونه پدرام. نه خیر اصلا بنده پذیرای هیچ احدی نیستم. گفته باشم نه 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 بچه ها من از جانب پدرام همه رو دعوت میکنم خیالتون راحت بریم. اما من همینجا از همتون خدافظی میکنم، باید برم خونه. آقا میترسه چیه نری کتک میخوری؟ باشه اینجوریه. حالا که اینجور شد میرم خونه سر میزنم حتما میام پیشتون. زنده باد پسر شجاع. خدافظ. بریم بالا زنگ بزنیم آژانس بیاد ببرتت خونه. مقرر نبود با بچه ها جمع شیم دوره هم. نه بابا حوصله شون رو ندارم، خوابم میاد، میخوام برم بخوابم. خب تو که خوابت میاد میخوای بری بخوابی؟ بی خودی من واسه چی کشوندی تا اینجا؟ سرات میرسوندم خونم. اولا که همچین سر راه نبود. درسانی الان اتفاقی نیفتاده که. میریم بالا زنگ میزنیم آژانس میاد میبرتت دیگه. نمیخواد، تو برو بگی بخواب. وایسا میرسونمت. لازم نکرده. به کجا داری میری این وقت شب؟ وایسا میگم. وایسا ببینم. میگم وایسا. من نمیدونی ساعت چنده. من بر تو فرقی هم میکنه. بیا برو سوارشو خودم میرسونمت. گفتم که لازم نکرده. من عصبانی نکن، گفتم بیا برو سوارشو میرسونمت. سلام برای بچه بامرا. وای چف بازی داد پیچیدی بشین به بازی. چطوری پانی؟ خوب شد رسیدی. یارو پانی رو برسون خونه شون. برای چی بابا؟ تازه میخوام زنگ بزنم نیما همه بیان دور هم باشیم. بی خود من خوابم میاد، میخوام برم بخوابم. دوباره یه گوشه اونشه بخواب تو کاری نهاری. آقا فردا ممکنه بابا اینا پیداشون بشه، باید برم خونه رو ترتمیز کنم دیگه. اه آخه واسه چی دروغ میگی؟ بچه ها مامانشین رو تا آخر هفته دیگه هم نمیان. به تو هیچ ربطی نداره. بی ادب. این دیوونه بازی ها چی بیا اینجا؟ بابا فعلا کنین دست از سرم بردارین، حوصله هیچ کدومتون رو ندارم. دیدی چه بی شعوره؟ خیلی آدم خطرناکی با این زندگی نکنی یه موقع. چتون شده؟ هیچی. دعواتون شده؟ نه بابا. خب بگو دیگه. هیچی دیگه. تو پدرامو نمیشناسی؟ ببخشا پانی جان، ولی اون اصلا آدم متعادلی نیست. واقعا. آره خب. حالا چیکار کنیم؟ به نظر من بریم ببینم میتونم کلید اون باغ لواسون از بابایی بپیچم بریم اونجا. بابا شهاب دلت خوشه. بچه من که نمیتونم بیام. فقط بی زحمت منو برسونین خونه، هر جا میخواین بریم بریم. ای بابا گدرینگو با هم نریز دیگه. نیما و همینا هم زنگ میزنیم بیان. ای الکی اصرار نکن. پانی تنها جایی نمیام.
وقتی 4 تا زنگ میخوره جواب نمیدم یعنی خوابم دیگه. اینم نمیفهمی؟ چرا میفهمم، ساعت نگاه کن، 1 ظهره. خب باشه، چی کار داری؟ ساعت 3 بیا دنبالم، کارت دارم. میگم چی کار داری؟ میخوام باهات حرف بزنم. فعلا که خوابم، بذار بیدارشم ببینم چی میشه. چی میشه نداره، ساعت 3 منتظرتم. دختره دیوانه. زود باش برو تا بابون نیومده. بالاخره میگی چی کار داشتی یا نه؟ اولا که بابت رفتار دیشب دیگه معذرت خواهی، توپ به من بدهکاری. من باید معذرت خواهی کنم یا تو؟ مهم نیست، تو خودخواه تر از اونی که بخوای معذرت خواهی کنی. آره میدونم. خب بگو چی کار داشتی دیگه؟ عجله داری؟ برنامه چیه؟ الان که برنامه ندارم، بذار شب بشه به بچه ها زنگ بزنم ببینم برنامه شون چیه. برو بابا، منظورم این نبود. خب پس منظور چی بود؟ میخوام بدونم برنامه است برای آینده زندگیمون چیه. ها، حالا فهمیدم. خب بگو، میشنوم. ببخش، اون وقت برنامه شما چیه؟ ببین من اول از سوال کردم، جواب منو بده. هیچی، من برنامه خاصی ندارم. پدرام، من قرار نبود با هم ازدواج کنیم. ازدواج؟ هر دومون برای ازدواج هنوز خیلی بچه ایم. تو شاید، ولی من نه. با پس به من چی کار داری؟ برو ازدواج کن دیگه. مطمئن باش همین کارم میکنم، شک نکن. پس بگو اومده بودی بهونه بگیری بری دیگه. هر جوری دلت میخواد فکر کن، منو برگردون خونه پدرام. خب حالا طرف کی هست؟ به تو هیچ ربطی نداره. اه؟ کی اونجا؟ نیما. جالبه. کاری نداری؟ فردا چی کار میکنی؟ حالا تا فردا. ببین پدرام، چیزی شده مثل آدم حرف بزن. این ادبکاره چیه؟ وقتی شعور نداری بفهمی که حوصله ندارم چی بهت بگم ها؟ خودت شعور نداری. فقط بلده سوهان بکشی رو اعصاب آدم. چی شده؟ یه کلام بهش میگم امشب حوصله ندارم، بدتر عصبی میکنه. تو چرا حوصله نداری؟ چه میدونم. ببین منم مثل تو بودم، رفتم یه روانپزشک، الان اوکی شدم. اینا همش علائم افسردگیه. یعنی چی؟ یعنی دارم دیوونه میشم؟ دیوونه که خیلی خوبه، میگه میخنده، به یه چیزی هم فکر نمیکنه. ولی افسردگی بیماریه، مثل خوره روح آدمو میخوره، باید درمونش کنی. آره خب. دیگه کیه؟ کیه؟ افشینه. اومد بالا بهش بگو من خوابم، بعدش هم زودتر ورش دارن از اینجا ببرش، حوصله هیچ کدومتون رو ندارن. گفتم که من سر کار گیر کردم، میام دیگه. تو با من چی کار داری؟ تو بگی بخواب منم میام. ات دروغم برای چی آخه؟ اصلا گوش دست بشه با یکی از همکارام صحبت کن. آقای رضایی،
الو سلام خانم، احوال شما؟ میبخشین تقصیر از بنده است، حساب کتابای شرکت یه خود به هم ریخته بود، مجبور شدیم افشینجان رو نگه داریم. دیدی شما بگی بخواب، من کارم تموم شد میام دیگه، به من زنگ نزن، خداحافظ. پدرام کجاست؟ بالا خوابیده. پس تو اینجا چی کار میکنی؟ منم داشتم میرفتم که تو اومدی. خب تو میخوای بری برو، من یکم اینجا دراز میکشم، پدرام که اومد کارش دارم. چی رو دراز میکشم؟ پاشو برو بزن و بچت برس. اصلا مگه قرار نبود امشب ما اینجا دور هم جمع شیم؟ پدرام حالش خوب نبود، کاسه‌گذار به هم ریخت. اینجا این کار نکن پدرام ببینه شاکی میشه ها. مگه نگفتی خوابه؟ الان سه شماره تموم میشه دیگه. اگه یه باباش اینا سر برسن زایه میشیم ها. ای بابا اینا گیر نده، الان تموم میشه. باشو باشو دیگه. افشین پاشو. چقدر گیر میدی، دقیقه صبر کن الان ما هم میریم دیگه. خیلی ممنون خانم. چی شد؟ هیچ، برو حالا بعدم بهت میگم. بفرماییدم. سلام خانم دکتر. سلام، بفرمایید بشینید. خب آقا پدرام، تعریف کن ببینم چی شده. راستش خانم دکتر یه چند وقتیه که خیلی بی‌حوصله شدم، طوری که انگیزه انجام هیچ کاری رو ندارم. چند وقت این حالت رو داری؟ فکر کنم یه چند ماهی میشه. برات اتفاقی افتاده که باعث شده ناراحت بشی؟ نه. با پدر مادرت زندگی میکنی؟ بله. خب روابطتون چطوره؟ خوبه، مشکلی نیست. مواد مخدر چی؟ مصرف نمی کنی؟ نه به هیچ وجه. خب تفریحاتت چیه؟ خیلی چیزا. مثلا اسکی، تنیس، بیلیارد، ماشین سواری یا هر چیز دیگه ای که پیش بیاد. خیلی خوبه، حسابی وقتت پره. چه فایده؟ دیگه ازش هیچ لذتی نمیبرم. چرا؟ چون که خیلی زود برام عادی میشن، خیلی زود خستن میکنن. نامزد چی؟ نامزد داری؟ ای تقریبا. یعنی چی تقریبا؟ قراره ازدواج کنین؟ ازدواج؟ تازگی همون گیر داده، ولی واسه من هنوز خیلی زوده، احساس میکنم خیلی بچه‌ام. خب چه چیزی تو زندگی ناراحتت میکنه؟ همین دوستم که میگم، اسمش پانتاست. واقعا انقدر گیر میده که دیگه نمیتونم تحملش کنم. چجوری؟ گیر میده دیگه، حرف منو نمیفهمه. اون وقتی که بهش احتیاج دارم نیست، وقتی که حوصله‌شو ندارم ولکن نیست. خب اون از کجا بدونه که تو کی حوصله داری یا نداری؟ این که دیگه کاری نداره، خیلی ساده است، باید بفهمه دیگه. خب ممکنه وقتی تو حوصله داری اون نداشته باشه، یا برعکس. دقیقا همینه که خستم میکنه دیگه. خستت کرده یا ترسوندتت؟ از چی؟ من فکر میکنم که تو میترسی، میترسی که مجبور شی در موردش مسئولیت قبول کنی، درسته؟
شاید. و تو چون هنوز بچه ای به گفته خودت و نمیدونی مسئولیت چیه، میخوای ازش فرار کنی. بی‌حوصلگی را بهونه کردی برای فرار از زیر بار مرد شدن. نه اینطور نیست. چرا همینطوره؟ این بابا که خودش یه پا دیوونه بود، به تو چی میگفت؟ میگفت چون تو زندگی تجربه میخواستی داشتی دیگه چیزی نیست که راضیت کنه. خب میخواستی بگی حالا شما میفرمایین چی کار کنیم؟ میگفت باید تو زندگی تغییر به وجود بیاری، یه هدف جدید برای خودت پیدا کنی. میگفت یواش یواش باید قرصت هم بذاری کنار، چون هیچ کمکی به تو نمیکنن. این یکی راست گفته، منم موافقم. میدونی همچین بعدم نمیگفت. من دیگه هیچ هیجانی تو زندگیم ندارم، واقعا از همه چی خسته شدم. بدون تو فکرشو کنم، بزرگترین تفریحمون اینه که بریم تو خیابونای تهران دور دور کنیم، عدس پلیس در بریم. خب اما قد که فهمیدی مریض نیستیم، باز جای شکرش باقیه. ولی نه، باید یه تغییری تو زندگیمون به وجود بیاد. خب مثلا چیکار کنی؟ چه میدونم، کاری که تا حالا نکردیم. تنها کاری که تا حالا نکردیم دزدیه. دزدی؟ اونی که میره دوزی یه انگیزه ای داره، پول. ما چه انگیزه ای میتونیم داشته باشیم؟ تفریح. تفریح؟ آره، من یه جا خوندم ترس و استراب مثل ویتامین میمونه، واسه بدن لازمه. داشته باش بگیرن. یارو میگه آخه چه مرگتون بوده من این دوزی کنیم. میگه به چی؟ برای جذب ویتامین و هیجان و بردن استرس بالا و تفریح اومدیم دوزی. خب آره، مثل رابین هود از پولدارا میدوزی میدیم به بدبخت بیچاره ها. معروفم میشی. اسم باندمون هم میذاریم باند رابین هود. چرا که نه، بهتر از خفاش شبکه. بی خیال بابا، درستم یواش یواش جدی شا. سیه ترسیدی؟ آره بابا، حرفش هم لعنتی ترس داره. خب حالا نترس، شوخی کردم. بذار یه زنگ بزنم به این پانتا. سلامت کو بی ادب. از خودت یاد گرفتم. آماده باش یه رب دیگه میام سراغت. ببین من تو دیگه حرف واسه گفتن نداری. خر نشو. میدونی الان دارم از دکتر میام. دکتر واسه چی؟ نه دیگه بکاری. الو پدرام. دیگه بکاری تو. ای بابا. الو چه جواب؟ ببین پلیس بزرگراهه. تا یه رب دیگه اونجام. خدافظ. بعد نگه دارم. باشه. خدافظ. خدافظ. دیگه بکاری. سلام، مدارکتون لطف کنید. دیگه این رانندگی تلفن همراه صحبت نکنید. چشم. سلامت. بیا بیرون، من جلوی درم. ساکتی؟ چی بگم؟ هر کردی؟ مگه شدم تو؟
دوست داری کجا بریم؟ واسه چی رفته بودی دکتر؟ تو که از حال و احوال ما دیگه خبر نداری. خب چه شده؟ افسردگی گرفتم. این که چیز جدیدی نیست، من از وقتی با تو آشنا شدم تو افسرده بودی. دکتره میگفت باید یه تغییراتی تو زندگی ایجاد کنم وگرنه دیوونه میشه. احتمالا دکتره هیچی حالیش نبوده چون تو قبلا دیوونه شدی. نه جدی میگم، باید یه فکر اساسی بکنم. خب هم ول کن برو سراغ یکی دیگه، خودش میشه تغییر و تحول. خب اینم یه راهشه، ولی من فکرهای بزرگتری تو سرم دارم. ببین اگه به فکر ازدواج با منی کلن فراموش کن. چرا؟ واسه اینکه من دیگه اصلا حاضر نیستم با آدم دمدمی مزاج رو از خود راضی مثل تو ازدواج کنم. حالا کی گفته من میخوام با تو ازدواج کنم؟ همینجوری واسه پیشگیری گفتم، به هر حال پیشگیری بهتر از درمانه. ازدواج خودش افسردگی میاره، به خصوص اینکه یه طرفش تو باشه. جدا؟ آره. پس نگه دار، میخوام پیاده شم. گفتم نگه دار. دیوونه بازی در نیار. بهت گفتم نگه دار. پانتا. نگه دار پدرام. نگه میدارم ها. گفتم نگه دار. کله شق احمقی، فکر کردی مخه خر خوردم با تو ازدواج کنم؟ یه دفعه دیگه بابا اینطوری صحبت کنی دوباره میگم بیادم کنی همین گوشه خیابون. یه دفعه پیاده شدی دیدی چه بلایی سرمون اومد. پدرام، پدرام، پشتی جو، پدرام دیگه شنها گریه نکن،
پدرم کشته. سلام ماما، چطوری؟ ممنون، منم خوبم. چه خبر؟ نه اینجا خبری نیست. زنگ زدم از بیرون یه چیزی آوردن خوردن. آره نه، کی میان؟ معلوم نیست. باش، سلام برسونین دیگه. نه کاری ندارم. خداحافظ. خداحافظ. من فکر میکنم تو آدم بی انگیزه ای هستی که خودت هم نمیدونی از زندگی چی میخوای. 26 ساله تو فکر میکنی که بچه ای. از پدر مادرت خوشت میاد چون با تو مثل یه بچه رفتار میکنن، ولی از پانتا نه، بدت میاد چون میخواد با تو مثل یه مرد رفتار کنه. مشکل تو اینه که نمیخوای قبول کنی که بزرگ شدی و باید رو پاهای خودت بیستی، در صورتی که الان وقتشه که یواش یواش آدمای دیگه به تو تکیه کنم. ببینی خانم دکتر، به نظر من هر چیزی یه دوره‌ای داره. آدمایی که این دوره‌ها رو تکمیل نکنن بعداً عقده‌ای میشن. جوونی هم همینطوریه دیگه. باید تکمیل بشه. به نظر تو دوره جوونی چند ساله؟ نمیدونم، شما بگی. تا 7 سالگی که کودک بودی، تا 15 سالگی پسر، تا 20 سالگی جوون، تا 50 سالگی مرد، تا 70 سالگی میانسال، بعدش هم پدر بزرگ. البته آدم هایی هستن که تا آخر عمرشون بچه باقی میمونن. شاید تو جز همون آدم ها باشی، کسی چه میدونه. جالب خانم دکتر، مثل خانم معلم ها حرف میزنی. چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره، فقط به درد بی‌حوصلگی و افسردگی من نمیخوره.
سلام شهاب. هیچ معلومه کجایی بچه؟ جلوی خونه پانی. تو کجایی؟ شهرک. میای؟ نه حوصله ندارم. انیما و امید خبر داری؟ نه. پانی رو بردار بیار اینجا، نازنینم با همه. خیلی خوب، اگه حوصله داشتم بهت زنگ میزنم. سعی کن بیای دیگه. کاری نداری؟ نه. خداحافظ. سلام شهاب. چطوری؟ ممنون. خوبم، بد نیستم. نه دیگه حوصله‌ام نیومد، اومدم خونه. آره. نه طوری نیست، نگران نباش. تا فردا. چی؟ کجا؟ باشه میبینم ات دیگه. قربانت، خداحافظ. خداحافظ. من فکر میکنم تو آدم بی انگیزه ای هستی که خودت هم نمیدونی از زندگی چی میخوای. از پدر مادرت خوشت میاد چون با تو مثل یه بچه رفتار میکنن، ولی از پانتا نه، بدت میاد چون میخواد با تو مثل یه مرد رفتار کنه. تو نه بی حوصله هستی نه افسرده، فقط مردی هستی که بالغ نشدی. مقصرم نیستی، شرایط اینطوریت کرده. فقط کافیه باور کنی که مرد شدی. بالغ درون تو دیگه از این چیزایی که براش جمع کردی لذت نمیبره. از تو دیگه ماشین و اسکی و بیلیارد نمیخواد. از تو چیزایی بیشتری میخواد. از تو مسئولیت میخواد. از تو کارهای مردونه میخواد. اگه این چیزایی که میگم رو بهش بدی، اونم به تو انرژی و نیرو میده. وگرنه انقدر اذیتت میکنه تا تو رو درستت کنه، یا اینکه تو اونو سرکوب کنی. و اگر سرکوبش کنی، مطمئن باش که ازت انتقام میگیره. چجوری؟ بالغ درون تو بدترین کاری که میکنه اینه که فراموشت میکنه. دیگه بهت کاری نداره. و تو هم برای اینکه نشون بدی به اون نیازی نداری، عقده‌های مردونت رو با کارهای احمقانه ارضا می‌کنی، مثل اعتیاد، زنبارگی. برای اینکه تو نیاز داری به اطرافیانت ثابت کنی که مرد هستی و بزرگ شدی. الو شهاب. سلام، چطوری؟ کجایی؟ خب من دارم پارکم. آره خیلی خب، بیا خدا. سلام. آقا حسام؟ نه خانم، اشتباه گرفت. ببخشید. خواهش میکنم.
من پوپک هستم، شما مطمئنین که حسام نیستین؟ یعنی شما فکر میکنین که آدم ممکنه اسم خودش رو فراموش کنه؟ نه، معذرت میخوام. خواهش میکنم. مگه اون آقایی که باش قرار دارین تا حالا ندیدینش؟ نه، ما تو اینترنت با هم آشنا شدیم. امروز با هم قرار داشتیم، درست همین جایی که شما وایسادین. نشونیش عین شماست، ماشینش، خودش، لباسش، خیلی عجیبه. جالبه. فقط اینکه من حسام نیستم. اب نداره، یکم منتظرش بمونین، حتما میاد دیگه. شاید، البته من یکم دیر رسیدم، ممکنه اومده باشه و رفته باشه. شاید. شاید هم هنوز نیومده باشه. ممکنه. سلام. 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 پدرام معرفی نمی کنین؟ پوپک هستم. منم شهابم، ایشونم نازنین. خوشبختم. همچنین. خب بچه ها بریم دیگه. بریم. بریم. فعلا. خب خوشحال شدم از آشناییتون. منم همینطور. با اجازه. میگم ما با بچه ها میخواییم بریم یه دوری بزنیم، اگه دوست داشته باشین شما میتونین بیاین. یعنی فکر میکنید که اون دیگه نمیاد؟ میتونین منتظر بمونین. باشه میام، فقط باید زود برگردم. هجورت پدرام، واسه کارت دارم. آقا اگه هم دیگر رو گم کردیم قرارون باشه سفره خونه پیش عمو رضا. باش میبینم. این دختره کیه؟ نمیدونم، فکر کنم همین الان باشه آشنا شد. پس پانی کجاست؟ چه میدونم؟